با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان این فیلم، من پولاد کیمیایی هستم، فرزند مسعود کیمیایی و گیتی پاشایی و بازیگر سینما و کارگردان. دیشب تا صبح واقعا نخوابیدم و میرم سر اصل مطلب، چون حالم خیلی خوب نیست و متاسفانه حرف ها و مشکلاتی که در طول این مدت چیزهایی که دیدم آزارم داد و وظیفه خودم واقعا نمیدیدم که بخوام واکنش نشون بدم و در طول این سالها ندادم، به جهت اینی که اولا آدمی که باید جوابشو بدی باید اندازه که جواب دادن باشه و این رو یاد گرفتم، و دو اینی که ما در واقع شکاف رو بیشتر بکنیم و خودمون شکل اون آدمی بشیم که بهش اعتراض داریم خودش فضیلت نیست و خودش یک آفته که مثل بیماری، مثل زامبی، مثل یک در واقع ویروس همینجوری انتقال پیدا میکنه به دیگری و به دیگری. مثل این میمونه که شما سر چهار رو با یک کسی بحثت بشه انقدر ادامه بدی تا به چاقوکشی برسه. فضیلت نیست، لاتبازی فضیلت نیست، پاچه ورمالیده بودن فضیلت نیست، روی میز کوبیدن و به خبرنگار با دست اشاره کردن و یقه باز کردن و گذشتمون رو انکار کردن، پیشکسوتامون رو کوبیدن فضیلت نیست. من دیگه سکوت نکردم، به جهت اینکه سالهاست داریم سکوت میکنیم. اون جوجه منتقدایی که پول گرفتن، ادای روشنفکری در آوردن، بیزایی رو زدن، تا فراریش دادن، مرچویی رو به این روز انداختن، کیمیایی رو به این روز انداختن، عباس کیارستمی رو یادشون رفت، اونا کجان؟ اونا ما رو به این روز انداختن. در اون روز که ما سکوت کردیم اشتباه کردیم. کسان دیگه باید یه همچین چیزی رو میگفتن، بزرگترهای ما باید این رو میگفتن، کسانی که نون و نمک نام مسعود کیمیایی رو خوردن و هرچی دارن از اوست باید امروز این حرفا رو میزدن، نه پسرش. اما من اگر دارم ریاکشن نشون میدم چون پدرمه و واقعیته، واقعیت رو نمیشه انکار کرد. آقای شهاب حسینی، من به شما توهین نخواهم کرد، به پدر توهین نخواهم کرد، اما یک بارم که شده مثل خودت با شما حرف بزنم، چون جواب شما رو ندم باز اتفاق میفته، باز حامد بهدادها، باز رادانها، باز آقای پرستویها و آقای و منتقدهایی میان حرف میزنن برای اینکه خودشون رو بزرگتر نشون بدن، میان از پله یک اسم دیگر استفاده میکنن برای اینکه بگن ما خیلی بزرگیم. آقای بهداد میاد مصاحبه میکنه در تلویزیون آقای جیرانی و میگه کیمیایی چی هست؟ کیمیایی هر چیزیست که تو ازش یاد گرفتی. کیمیایی اون چیزیست که اگه الان هستی به دلیل اوست. اگر الگوی شما بهروز وثوقیه، بهروز وثوقیه هر چی داره از همین چند تا فیلم داره که مسعود کیمیایی ساخته، یه دونه که نبوده. معرفت رو هنوز تو رفاقتمون میشه پیدا کرد. کسی که جرئت نداشت اسم بهروز وثوقی رو ببره توی آنتن زنده، مسعود کیمیایی تنها کسی بود که نام بهروز وثوقی رو برد و اون هیچ ریاکشنی نشون نداد، هیچ تشکری نکرد. متاسفم برای گفتن این حرفا، این حرفا خیلی داره ما رو به جای بدی میرسونه. جامعه ما 700 رنگی شده، همه هر چی دلشون میخواد میگن، هیچ کی فکر نمیکنه این تریبون برای چیه، این تریبون کی به شما داده، برای چی باید شما این حرفا رو بزنی، اصلا به شما ربط داره که داری این حرفا رو میزنی؟ پوز روشن فکر گرفتن. شما میای در جشنواره اعلام میکنی که مسعود کیمیایی داره خیانت میکنه؟ مسعود کیمیایی در طول این سالها با شرافت زندگی کرده، در 73 سالگی با قرض و قوله خونه خرید،
این سینما رو تقسیم کرده نباشه جزوی از معمارای این سینماست. همه ما تأثیر گرفته هستیم ملش. شما چه چیزی درست کردید؟ شما دو تا فیلم با آقای فرهادی داری که خود آقای فرهادی با تمام احترام از کیمیایی و مهچویی اون نسل با احترام یاد میکنه و میگه ما هر چی داریم از اینا داریم نه از خدا. این اتفاق متاسفانه گردن مردمه که امثال شماها رو بزرگ میکنن، به موقعیت میرسونن و به جایی که ازشون تشکر کنید از امام زمان تشکر میکنید. امام زمان جای خودشو داره، مذهبی بودن جای خودشو داره، جار زدن نداره، ولی مردم میفهمن که کی داره نون میخوره از این چیزا. شما اگه ادعای اینو میکنی که نمیتونی سکوت میکردی، چرا تو موقعیت‌های خیلی حساس دیگه سکوت نکردی؟ چرا از همون تیریبونی که شما میگی باید ازش استفاده کرد تا حرف و بیان رو بزنیم، چرا از اونها استفاده نکردی؟ تمام هنرمندهایی که پوز روشن فکری و اعتراض گرفتن و جب زده شدن، همشون ماتیک زدن و لباسای عجب وجب پوشیدن و خنده و چشمک و یادشون رفت، اصلا افکار عمومی رو متوقف کردن، افکار عمومی رو منحرف کردن. 2 ماه پیش بوده، 3 ماه پیش بوده. ما ملتمون داغداره، هنوز که هنوزه خیلی از آدم ها هستن که خانواده هایی هستن که سیاه پوشن. ما ادعای روشن فکری میکنیم. هر جای دنیا این اتفاق افتاده بود، 1 سال اون ملت جشن نمی گرفتن. اسمش جشنواره است. من انتقاد ندارم، ما باید آزادی داشته باشیم، هر کسی هر کاری دوست داره انجام بده. کسی که میخواد بره جشنواره بره جشنواره، کسی که نمیخواد بره نمیخواد بره جشنواره. ولی اونی که میره اون بالا محکوم میکنه به اونی که نیومده جشنواره، این دیگه زور داره. ما به پدر بزرگانمون توهین نمی کنیم. حتی اگر فیلم بد ساخته باشه مسعود کیمیایی که نساخته و فیلماش خیلی شرافت داره، از همین فیلمای آخری که شما کار کردی، یه 80 ساله فیلم ساخته، شما 80 ساله بشه کجا وای میسی تو این سینما؟ همین الان کجا وایسادی؟ آدم دست پدر بزرگشو میگیره، اگه صداشو نمیشنوه بهش نمیگه کری، مهر بهش میده. جای بزرگان ما ردیف اول سالن سینماست. کسی باید از من مسعود کیمیایی انتقاد کنه که اندازش باشه؟ اونی که ندونه اندازش چقدر تو جهان، ندونه جنمش چقدر، آدم بدبختیه. باز هم متاسفم که اینها رو میگم، ولی این شده اپیدمی. آقای پرویز پرستویی میاد تو برنامه زنده به دروغ اعلام میکنه که پولاد نقش منو تغییر داده، فقط برای اینکه بخواد دامن بزنه به اختلافش با مسعود کیمیایی، که بگه من به مسعود کیمیایی نگفتم، که دل بهروز وثوقی رو به دست بیاره. شما هم همینطور، شما میخواید دل بهروز وثوقی رو به دست بیاری. این کارها یعنی چی؟ این تظاهرها یعنی چی؟ مردم ما از اینا خسته شدن، مردم ما آگاه شدن. من دیگه تو این سینمام نباشم برام دیگه فرقی نمیکنه. به اندازه کافی تیکه خوردم. پسر مسعود کیمیایی بودن و ال و بل و همه این چیزایی که گفته میشه، به اندازه کافی اون حسادت و اون سنگینی نسبت به اسم مسعود کیمیایی بالا سرم بوده و بودم، برام مهم نبوده. کارنامه‌ام مشخصه. اما شما میخواید بشی پیشکسوت این مملکت؟ شما میخواید فردا راه و احترام رو یاد بدی، سینما یاد بدی؟ آقای بهتام، من به شما حسادت هیچ وقت نکردم، شما اندازه حسادت نبودی. من خودم باعث شدم که توی فیلم های مسعود کیمیایی کار کنی، چون همه جا گفته بودی. شما به علت دیگری در فیلم های کیمیایی دیگر کار نکردی و اونم شاگرد های مسعود کیمیایی میدونن. و نمیخوام این موضوع رو اینجا باز بکنم که شما در سالن کلاس مسعود کیمیایی به عنوان مهمان ویژه چه کردی؟
که مسعود کیمیای دیگه باهات کار نکرد. اینا زشته، این کارا جلب توجه کردن و به خودتون برمیگرده. زمان همه چیز ثابت خواهد کرد. یه گرگ داشت رد میشد، خسته بود، گشنه بود تو بیابون، قصه مال نادر ابراهیمیه، دید یه بوی میاد، یه بوی خیلی خوبی به مشامش میرسه، رفتید یه کلبه ایه، یه سری شکارچی دارن غذا میخورن، یه سری سگ هم جمع شدن، گاکوداری یه تیکه استخون میندازن یه جلوی اینا و میخندن. گفت یه بارم که شده برای اینکه زنده بمونم دومم رو میذارم زیر پام، میرم اونجا خودم رو میزنم به سگی، شاید یه چیزی گیرم بیاد. رفت اونجا و سگو بهش گفتن به به آقا گرگه این ورا، همیشه میرفتی بالای کوه رو به ماه سوزه میکشیدی، میگفتی من گرگم، به رخ ما میکشیدی، چی شد؟ حالا اومدی اینجا چیکار کنی؟ گرگه میگه شما آبروی هر چی گرگ بردی که ما اجداد شما بودیم، شماها برای کسی دوم تکون میدی، از چیزی مراقبت میکنید که آخر سر استخوناشو میندازن جلوتون. سگا میگه ما اجتماعی شدیم، ما قدرت انسانو انکار نکردیم، ما ساختیم با شرایط، شماها وحشی هستید، شماها آبروی ما رو بردید. خلاصه درگیر میشن، سگا شروع میکنن به سر صدا در آوردن و گرگه رو شناسایی میکنه، شکارچی رو یه تیر بهش میزنه، همینجور که داشته میرفته آروم با خون، با خونی که ازش میرفته و دیگه بیجون شده بوده، سر جاده میفته، همون جادهی که داشته فکر میکرده، خونش که داشته میرفته، میبینه یه بو میاد، میبینه بوی آدمه، صدای پا میاد، نگاه میکنه میبینه صدای پای آدمه، آدمی که داشته رد میشده تو خودش فکر میکنه، میگه اگه یک بار چو سگ دم تکون نمیدادم، اگر به خصلت خودم ایمان داشتم، الان این آبر پیاده مال من بود. هر چی داریم ما از بزرگانمونه، همینا رو داریم ما. معلوم نیست این نسل کی تا کی مهمان این ما باشن. چه کسا بودن که رفتن و قدرشون رو ندونستیم. چند سال دیگر ما با این بزرگان داریم. بعد از اینها چه اتفاق خواهد افتاد؟ این راه جز انزوا، جز عصبیت چیزی به ما نخواهد داد. درست قضاوت بکنیم و راجع به بزرگترامون درست حرف بزنیم. ممنون.